درود به همه دوستان. آنچه که شما در یک سال گذشته از آنتن خواسته بودید و در آنچه شما خواسته ایدها در موردشون ساخته بودیم، در این برنامه به صورت مجموعه تقدیمتون میشه و این مجموعه شامل درخواستهای کوچیک کوچیک شما در طول سال 2022. امیدوارم جواب سوالاتونو بگیرید. خواسته اول شما: جنگل خودکشی ژاپن. این جنگل اسمش خودکشی نیست، اسمش آوکیگاهارا است. این جنگل در شمال کوه فوجی قرار گرفته. قله فوجی رو که میشناسید، یک قله معروف در ژاپن. این جنگل بیگناه از دهه 60 میلادی ملقب به جنگل خودکشی شده. در این جنگل تا به حال 105 تا خودکشی موفق اتفاق افتاده. این در حالی بوده که 200 تا قصد خودکشی بوده اما 105 تاش موفق شده. به دو طریق ژاپنیا خودشون رو اینجا میکشتن، یکی حلق‌آویز میکردن، یکی هم دارو میآوردن و اووردوز میکردن. دولت ژاپن از سال 2011 تصمیم گرفت اینجا رو زیر نظر داشته باشه که هی نیان خودشون رو بکشن و از اون موقع آمار اومده پایین. یک سری از توریست هایی که برای بازدید به این جنگل رفتن پلاکارد های امید بخش اونجا گذاشتن که اگر کسی بخواد خودکشی کنه اینها رو بخونه شاید منصرف بشه. در ژاپن خودکشی زیاد اتفاق میفته، اما نه نسبت به خودکشی خیز های دنیا. این نقشه خودکشی دنیاست. رنگ ها رو که میبینید متوجه میشین. بیشترین خودکشی در گرینلند و گویان در آمریکای جنوبی اتفاق میفته. قرمز رنگ ها ردیف بعدی هم. روسیه، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و یه سری کشورهای دیگه. جالب اینه که کره جنوبی خودکشیش بیشتر از ژاپنه. نارنجی ها یه مقدار کمتر، زرد ها بعد از اونها، سبز کمرنگ کمتر از اونای دیگه و کمترین تو دنیا سبز پررنگه. خواسته بعدی شما: صفر مطلق. صفر مطلق پایین ترین درجه ایه که میتونه در تمام کیهان وجود داشته باشه. شاید بگین صفر درجه که انقدی نیست، اما منظور از صفر در اینجا صفر کلوینه. صفر کلوینو اگر به سانتیگراد تبدیل کنی میشه 273.15 درجه سانتیگراد زیر صفر. دانشمندان میگن صفر مطلق پایین ترین درجه ایه که میتونه در کیهان اتفاق بیفته. انسان در حال حاضر نمیتونه یک همچین سرمایی رو خودش تولید کنه. در کیهان هم هنوز انسان‌ها جایی رو ندیدن که اینقدر سرد باشه، یعنی منهای 273 و خورده درجه سانتیگراد. البته دانشمندان فرضیه‌ای دارن که این درجه در کیهان شدنیه و شاید هم باشه. خواسته بعدی شما: هلیوم. هلیوم رو که هممون شنیدیم یک عنصره که در دومین مکان جدول تناوبی جا گرفته. هلیوم گازی بدون رنگ، بدون بو، سمی نیستش و یک نکته جالبش اینه که هلیوم پایین ترین درجه برای تبدیل شدن به مایع رو داره. اگر ویدیوی نیتروژن رو دیده باشید، اونجا گفتیم که نیتروژن در منهای 196 درجه سانتیگراد تبدیل به مایع میشه که مایعش هم تو کانال دیدیم. اما هلیوم اگر بخواد مایع بشه با این درجه ها و با این حرفا مایع نمیشه. سرمایی که هلیوم لازم داره برای مایع شدن منفی 269 درجه سانتیگراده، یعنی چیزی نمونده که به صفر مطلق برسه. انسان تا به حال به این سرما دست یافته و تونسته هلیوم رو مایع کنه. حالا این مایع هلیوم به چه دردی میخوره؟ اگر یادتون باشه سی پی یو کامپیوترها رو بعضی وقتا نیتروژن مایع خنک میکنه، اما هلیوم مایع برای خنک کردن آهنرباهای دستگاه MRI به کار میره. البته اگر چطوری کار میکنه MRI رو بخواین ببینین تو چیزومیز ویدیوش وجود داره. درخواست بعدی شما یک مریضی به نام بهجته که به انگلیسی بهش میگن بست. این بیماری خیلی کمیابه و تا به حال نتونستن کشف کنن که دلیل ایجاد اون چیه. این بیماری در نقاط مختلف بدن زخم ایجاد میکنه، چشما رو ملتهب میکنه و جاهای مختلف بدن کهیر میزنه. این بیماری هیچ طوری خوب نمیشه مگر اینکه توسط پزشک میتونه این بیماری رو کنترل کنه و با کمک استروید معالجش کنه.
خواسته بعدی شما اطلاع در مورد خون سبز رنگ. اینم یک بیماریه که به انگلیسی بهش میگن سولف هیموگلوبین. این بیماری بر اثر ورود گوگرد به داخل خون ایجاد میشه و گوگرد تو خون کاری میکنه که خون به رنگ سبز پررنگ در میاد. این حالت خیلی کم اتفاق میفته و پزشکان میگن اگر خون کسی سبز شد معمولا نباید هیچ کاری بکنه تا خون دوباره برگرده به سر جاش. اما اگر خیلی اوضاع خراب باشه و گوگرد زیادی وارد خون شده باشه بایستی حتما خون عوض بشه. این اطلاعاتی که در مورد بیماری‌های مختلف میدیم یک اطلاعات اولیه است. واقعاً کسی اگر این بیماری‌ها رو داشته باشه بایستی حتما به پزشک متخصص مراجعه کنه. خواسته بعدی شما فلوراید، چیزی که تو بعضی از خمیر دندون‌ها می‌زنن که دندون‌ها بهتر بمونه. فلوراید در آب شهرها هم پیدا میشه. بعضی شهرها به آبشون فلوراید می‌زنن تا دندون‌های اهالی شهر دیرتر خراب بشه. اولین دولتی که این کارو کرد آلمان نازی بود. اونها تو آب شهرهاشون فلوراید زدن برای دندون ساکنانش. آمریکا هم از سال 1962 توی لوله‌کشی شهرها فلوراید زدن. حالا بعضیا میگن این ضرر داره، بده، پوکی استخون میاره، مشکلات مفصلی ایجاد میکنه. ولی خیلی از دانشمندان و پزشکان دنیا در این مورد پژوهش کردن و تا به حال هیچ نکته منفی گیر نیاوردن. برای همین هنوز در آب شهرها اضافه میشه و توی خمیر دندون‌های زیادی هم پیدا میشه. درخواست بعدی شما سیانور. سیانور یک ترکیب شیمیاییه که اتم کربن که با پیوند سگانه با اتم نیتروژن این ترکیب به دست میاد که از نظر شیمیایی جزو هیدروکربن‌های ازوت داره. اما شهرت سیانور برای کشتن و خودکشیه چون بسیار سمیه. سیانور وقتی وارد بدن بشه دستگاه عصب مرکزی رو مختل میکنه و میتونه خیلی راحت قلب رو از کار بندازه. برای همین هم هست که بهش میگن قرص خودکشی یا قرص کشتن. میگن هیتلر هم با این قرص خودکشی کرده. اما بعضیا میگن نه، اون با تیر خودکشی کرده. خیلی از مبارزا قرص سیانور رو میذاشتن زیر دندونشون که اگر مثلا گیر افتادن یه گاز به قرص بزنن و برن اون دنیا. خوبه که بدونید سیانور در صنعت هم خیلی استفاده داره. در عکاسی، واکنش‌های آزمایشگاهی، حشره‌کش‌ها و یا جونده‌کش‌ها استفاده میشه. تو بعضی از میوه‌ها هم وجود داره، مثل بادوم تلخ، دونه‌های سیب، هسته هلو و آلو و اکثر دونه‌های تلخ دیگه. حالا اگر کسی با سیانور مسموم بشه باید چیکار کنه؟ باید بدون تلف کردن وقت به بیمارستان برده بشه چون پادزهری داره که سریع این سمو از بدن پس میزنه که معمولا در مراکز درمانی مخصوصا مراکز مسمومیت ها این پادزهر وجود داره. درخواست بعدی شما سنگ های شیطانی جورجیا. اما اسم اصلیش سنگ های راهنمای جورجیاه. شیطانی لقبشه. این بنا در سال 1980 ساخته شده. روی این سنگ ها با زبون های مختلف دنیا پیغام های مختلف برای آیندگان نوشته شده. این پیغام ها یه جورای عجیب غریبه. اگر به نوشته ها دقت کنی بیشترشون نوشته که اگر دنیا تموم شد این کارو بکنی، اگر دنیا تموم شد اون کارو بکنی. بعضی راستگراها دشمن این بنا هست و میگن نوشته های روش شیطانیه. برای همین در سال 2022 به این بنا شبیخون زدن و نصفش رو تخریب کردن. دیگه فرصت نداشتن همه رو تخریب کنن. بعد از تخریب قسمتی از این بنا شهردار البرت کانتی جورجیا گفت دوباره بازسازیش میکنیم و قراره بازسازیش کنن. اما رسیدیم به باحالترین درخواست شما، خبرهای جدید از جیمز وب. خوشبختانه خوب موقعی رسیدیم. موقعی رسیدیم که جیمز وب آخرین عکسش رو مخابره کرده. این عکسیه که فرستاده. یک کهکشان غول‌پیکر به نام کارتویل گالکسی و یه مش کهکشان‌های کوچکتر و کوچکتر در اطرافش. کیفیت عکس رو که می‌بینید. سال‌های سال هابل زحمت کشیده بود که بتونه یه عکس خوب از این کهکشان بگیره، اما موفق نمی‌شد. با این عکس جیمز وب به یک موفقیت رسیده.
این کهکشان 500 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. بعد از این عکس خیلی ها گفتن این زیباترین عکسیه که تا به حال تونستیم از یک کهکشان بگیریم. اینم عکسیه که جیمز وب با دوربین مادون قرمزش گرفته که همون منطقه است، ولی مثل اون خوب دیده نمیشه. این مثل کهکشان راه شیری یک کهکشان متوسط حساب میشه، یعنی 144 هزار سال نوری قطرشه، در صورتی که کهکشان راه شیری یعنی کهکشان خودمون 100 هزار سال نوری قطرشه. دانشمندان این عکس رو یک موفقیت بزرگ جیمز وب میدونن و میتونن کلی روش تحقیقات انجام بدن، چون سالها بود میخواستن از این کهکشان تصاویر واضح داشته باشن ولی نمیتونستن. اما این عکس تلسم و شکست. درخواست اول شما هیولای کاسپیان، یعنی هیولای دریای مازندران خودمون. نگران نشید، دریای کاسپیان هیولا نداره، هیولاش ساخت آدم هاست. در سال 1966 اتحاد جماهیر شوروی این هیولای آب پیما رو ساخته و انداخته تو دریای کاسپیان. وقتی نگاه میکنی فکر میکنی هواپیماست و میخواد پرواز کنه، اما اون یک وسیله بوده که 10 متر از آب فاصله میگرفته و با سرعت 650 کیلومتر در ساعت حرکت میکرده. حالا فکر کنید کشتی هایی که تو این دریا بودن چه حال و روزی داشتن. ممکن بود هر لحظه یک سونامی بیاد. این وسیله با اینکه پرواز نمی کرد، اما از سال 1966 تا 1988 به عنوان بزرگترین هواپیما شناخته می شد، تا اینکه بالاخره در سال 1980 این هیولا به طرز ناجوری خورد تو آب و متلاشی شد. شوروی هم دلیلش رو پنهان کرد و هیچ موقع نگفت چه اتفاقی برای این وسیله افتاد. دومین درخواست شما پیرترین انسانی که روی زمین زندگی کرده و به ثبت رسیده، چون بعضیا میگن یه جایی 200 سال عمر کردن یا 150 سال عمر کردن، ولی ما به ثبت نشده ها کاری نداریم. پیرترین انسانی که روی زمین زندگی کرده و ثبت شده این خانومه، جین کالمنت. این خانوم فرانسوی سال 1875 به دنیا میاد و در سال 1997 در سن 122 سالگی از دنیا میره. این خانوم وقتی سنش از 119 سال گذشت رکورد جهانی رو شکست، چون قبل از اون رکورد متعلق به یک فرد 119 ساله بوده، یک خانوم آمریکایی به نام سارا ناس. اینجوری که معلومه مردها از این عمرها نمی کنن، چون همه رکورددارها زن هستن. البته اگرم بخوایم بدونیم پیرترین مرد ثبت شده تو دنیا کیه، این آقاست، جرومان کیمورا، یک مرد ژاپنی که 116 سال عمر میکنه و در سال 2013 از دنیا میره. جالبه که بدونید این آقا در جنگ جهانی اول برای ژاپن جنگیده و 100 سال بعدش هم زنده مونده. درخواست بعدی شما ارتباط جیمز وب با زمینه. عکس‌ها رو چطوری میفرسته؟ چطوری کنترلش میکنن از زمین؟ خیلی ساده، با رادیو. یک رادیو جیبی میخرن تنظیم میکنن. البته باور نکنید ولی همه امواج رادیوییه. جیمز وب فقط با یه جا ارتباط داره، انستیتو علوم بالتیمور در مریلند آمریکا. سیگنال های رادیویی که جیمز وب میفرسته این از انستیتو با گیرنده هاش دریافت میکنه و دستورها رو میفرسته طرف جیمز وب. دقیقاً مثل همون موبایلی که تو دست شماست، موبایل هم با سیگنال های رادیویی به اینترنت وصله. پس هیچ ربطی به رادیو و رادیو جیبی نداره. رادیو یکی از اولین دستگاهایی بوده که میتونسته امواج رادیویی رو دریافت کنه. درخواست بعدی شما اولین موجود چند سلولی زمین.
اولین موجودی که تکسلولی نبوده اینه، اسفنج دریایی. اگر کارتون باب اسفنجی رو دیده باشید، اسفنج دریایی رو به خوبی میشناسید. این موجود 600 میلیون سال پیش رو زمین پا گذاشته. قبل از این موجود، تمام موجودات زمین تکسلولی بودن. خب، بریم سر یک درخواست دیگه شما. تئوری سیاه چاله‌ای استیون هاوکینگ. هاوکینگ در سال 1971 در نظریه خودش گفت در اوایل بیگ بنگ، یعنی در اولین ثانیه ها، تلاطم انفجار بزرگ چنان هرج و مرجی به وجود میاره که در جاهایی که ماده مجموع می شده به قدری فشرده می شده که تبدیل به سیاه چاله می شده. هاوکینگ در این نظریهش معتقده اولین چیزهایی که بعد از بیگ بنگ در کیهان تشکیل شد سیاه چاله ها بودن. اون میگه میلیون ها سال قبل از ستاره ها سیاه چاله ها وجود داشتن. درخواست بعدی، ستاره های دنباله دار. البته ستاره در اینجا بیمعنیه، اینها ستاره نیستن و در انگلیسی هم بهشون میگن کامت. کامت ها معمولاً تیکه های بزرگ سنگ و یخ هن که وقتی نزدیک یک ستاره میشن، ستاره‌ای مثل خورشید ما حرارتش باعث میشه که اونها گرم بشن و در انتهایشون گاز بزنه بیرون. برای همین اون دنبالش آتش نیست، گازیه که داره ازش خارج میشه و اون دومی که داره به این دلیله. مثلا دنباله دار حالی هر 75 سال یه بار از نزدیک زمین عبور میکنه. آخرین باری که از کنار زمین عبور کرد سال 1986 بود و دفعه دیگه در سال 2061 میرسه نزدیک زمین. درخواست بعدی شما، پروژه آرتمیس ناسا. این پروژه مثل همون پروژه آپولو دهه 60ه، منتها مدرن و امروزی. بر اساس این پروژه قراره در سال 2025 دوباره برن روی ماه. از سال 1972 تا حالا دیگه کسی پاشو رو ماه نذاشته، یعنی 53 سال بعد از اون تاریخ قراره دوباره برن روی ماه. تئوری توتم که زیاده، بعضیا میگن اون موقع هم نرفتن، همه الکیه، ولی به دلیل عقل و شواهد نشون میده که رفتن و دشمن شماره یکشون که شوروی بود هیچ اعتراضی نکرد که بگه دروغ بوده و اصلا رو ماه نرفتن. بعضی از شما کامنت میدید که حیوانات منقرض شده رو چطوری میتونیم برگردونیم. اول باید بگیم که ما یک ویدیو در این مورد پارسال ساختیم که دقیقا میگه بازگشت حیوانات منقرض شده در دسترس یا نه. اگر دی ان ای حیوان منقرض شده وجود داشته باشه به احتمال زیاد قابل بازگشته، اما نه 100%. بستگی به عمر دی ان ای داره و سالم موندنش. برای جزئیات بیشتر لطفاً اون کلیپ رو ببینید. یک درخواست خیلی جالب شما اینه که فضا و سیارات چه صدایی میدن؟ اینها صداهایی که ناسا از فضا برداشت کرده. از اول سامانه خورشیدی ببینیم چه صدایی میاد. بعد از خورشید عطارد قرار داره و اینم صداشه. بعد از اون ناهیده. زمین خودمون چه صدایی میده؟ همسایه بغلیمون بهرام یا مریخ، هرمز یا مشتری، کیوان یا زحل، اورانوس. و آخری هم نپتون. نظرتون در مورد این صداها چیه؟ کدوم یکی از همه بالتره؟ به نظر من صدای ونوس، یک زنگ ممتد.
آخرین درخواست شما پروژه چشمه زندگی نازی ها که خودشون بهش میگفتن لبنزبورن. این ایده هاینریش هیملر بوده، یکی از مهمترین افراد نازی. هیملر رو به عنوان طراح هولوکاست هم میشناسن. اون در سخنرانی خودش در سال 1936 گفت لبنزبورن پروژه‌ایه که نژاد آلمانی آریایی رو پرقدرت‌تر می‌کنه. در این پروژه آدم‌های موبلون، چش آبی و آلمانی رو جدا می‌کردن و اونها رو دوتا دوتا با هم جفت می‌کردن و به اونها می‌گفتن خانواده‌تون رو از اینجا شروع کنید. هیملر می‌گفت در این صورت نژاد آریایی آلمانی توسعه پیدا می‌کنه و خالص‌تر میشه. وقتی این آدم‌ها رو با هم جفت می‌کردن، اجباری براشون نمی‌ذاشتن. فقط بهشون می‌گفتن اگر شما ازدواج کنید و بچه دارشین، خونه که بهتون میدیم هیچی، خرجتون هم میدیم و همه جور امکانات رو در اختیارتون می‌ذاریم. در سال 1939، اعضای فعال لبنزبورن به 8000 زوج رسیده بودن که 3500 تا از مردهای این زوج‌ها در ارتش آلمان خدمت می‌کردن. هیملر در مدت کوتاهی لبنزبورن رو در کشورهای اتریش، لهستان، نروژ، دانمارک، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکسامبورگ راه اندازی کرده بود که البته مرکزشون در آلمان بود. بعد از اینکه جنگ تموم شد، این پروژه هم تموم شد. در نروژ کودکانی که از این زوجها به دنیا اومده بودن رو ازشون گرفتن و گفتن شما نجات پرستین و این بچه ها نباید پلو شما باشن. بچه ها رو ازشون گرفتن، فرستادن به آلمان غربی که اونجا بزرگ بشن. و جالب اینه که قبل از پایان جنگ و شکست آلمان، بچه هایی که از این روش به دنیا می اومدن بیشترشون رو از پدر مادر می دزدیدن و چون فکر می کردن اونها خالص آریایی هستن، می بردن اونها رو جایی که تربیت کنن و اونجوری که می خوان وارد اشنوا بشن. درخواست اول شما که خیلی هم تکرار شده، یه خبری از جیمز وبه. ما اگر چیزی نگفتیم برای اینه که زیاد خبری نشده، اما حالا که شما میخواین، آخرین خبر اینه که در 14 فوریه یعنی در 25 بهمن یه مقداری دوربینش آماده شده و از خودش یک عکس گرفته. اینم عکسشه. حالا شاید بعضیا بگن این چجوری از خودش عکس گرفته؟ مگه کسی هست اونجا که ازش عکس بگیره؟ اما ناسا اعلام کرده که این عکس توسط لنز مخصوصی که روش تعبیه شده و آینه های روی خودش گرفته شده. لنزی که وسط جیمز وب قرار گرفته با لنز سپایه‌ای که از جیمز وب جدا شده هماهنگ می‌کنه و یه جورایی تصویر خود جیمز وب رو میندازه روی لنز وسط. ماحصل شده این عکس. این عکس نشون میده که لنزهای جیمز وب هنوز تنظیم نیستش و دارن مرتب روش کار میکنن که تنظیم بشه. درخواست بعدی شما مردهای نمکیه. مردان نمکی به 6 تا مومیایی میگن که زمستون سال 1372 تو معدن نمک چهرآباد زنجان پیدا شده. در بین این 6 تا مومیایی یک زن و یک پسر نوجوان هم وجود داره. 3 تا از این مردان مربوط به زمان هخامنشیانه. 2 تا دیگه از مردان مربوط به اواخر دوران ساسانیه. جالبی این مومیایی ها اینه که مشخصه آدم‌های خیلی مهمی بودن، یا نظامی رده بالا بودن یا مقام دولتی مهمی، چون گوشواره‌های طلا به گوششون آویزون بوده، لباس‌های فاخر تنشون بوده و پوتین‌های چرمی خیلی درست حسابی هم پاشون بوده. در ضمن همه‌شون هم خنجر به همراهشون بوده و همین این نشون میده اینا آدم‌های مهمی بودن. و چرا بهش میگن نمکی؟ برای اینکه در یک معدن نمک اینا مدفون شده بودن و همون نمک باعث شده که اینها لباس‌ها و خودشون سالم‌تر بمونن. بعضیا پیش‌بینی می‌کنن اینا چند تا آدمای معروف بودن که از این نقطه عبور می‌کردن و ناگهان دهنه معدن نمک باز میشه و اینا می‌ریزن توش و زیر نمک‌ها مدفون میشن. خیلی از شما کامنت میدید که در مورد NFT بگو. NFT مخفف Non-Fungible Token که به فارسی اینجوری ترجمه شده:
رمز غیر مثلی یا رمز غیر قابل معاوضه. NFT یک نوع اطلاعات دیجیتاله و میتونه ویدیو باشه، موزیک باشه یا عکس و نقاشی باشه، اما همه به صورت دیجیتال. توضیح راحتش اینه که با این سیستم شما میتونید یک عکس بخری، یک موزیک بخری یا یک ویدیو بخری که ارزشمنده و حق استفاده انحصاریش هم مال شما میشه. یه چیزی مثل کریپتو میمونه، رمز ارز. شما میری بیت کوین میخری، چیزی که تو دستت نیست ولی مدرک داری که یک بیت کوین خریدی. هر موقع هم بخوای بفروشی میفروشی. در اینجا به جای بیت کوین یک عکس منحصر به فرد بذار. باید بدونید که عکس به این شکل خرید و فروش شده که میلیون ها دلار براش پول دادن. ازشون وقتی میپرسن چرا برای یک عکس غیر واقعی دیجیتال اینقدر پول میدی؟ اونها میگن این همون نقاشی ون گوگ میمونه که یه دونه صاحب داره و ممکنه روز به روزم قیمتش بره بالا. این منتها دیجیتالیه. کسی نمیتونه بدزدتش مگر توسط هکینگ. برای درخواست بعدی شما بایستی بریم در اعماق اقیانوس، کلاسول سکوید که به فارسی ترجمه شده سرپاور عظیم. این یک هشت‌پای غول‌پیکره که در آب‌های جنوب کره زمین زندگی می‌کنه، اطراف قطب جنوب. این موجود پرقدرت‌ترین و عظیم‌ترین موجود بی‌مهره است، یعنی استخوانی در بدنش وجود نداره. بزرگترین کلاسول سکویدی که تا به حال پیدا شده 700 کیلو وزنش بوده و 10 متر هم طولش بوده. میدونید که وال آبی بزرگترین موجود کره زمینه. البته رنگش آبیه ها، نه اینکه فقط به خاطر اینکه تو آب زندگی میکنه. وال آبی بجز انسان دشمن دیگه ای نداره و هیچ موجودی نمیتونه اونو شکست بده بجز یه دونه از این موجودا، کلاسول سکوید. والهای آبی که در جنوب کره زمین کشته شدن، بررسیایی که کردن دیدن اینا کشتنشون. اون دست و پای فراوونشو میپیچه دور وال آبی و یه جورایی خفش میکنه. اما خطر زیادی والهای آبی رو تهدید نمیکنه، چون فقط 12 تا از اینا تو اقیانوس باقی مونده. البته 12 تا فقط پیدا شده، شاید خیلی بیشتر باشن. اقیانوس به قدری بزرگ و عمیقه که میتونه 1000 تا دیگر هم تو خودش پنهان کنه. از وقتی که ویدیوی آلفرد نوبل رو تو آنتن آپلود کردیم، خیلی هم میپرسن چطوری میتونیم جایزه نوبل بگیریم. ببینید، جایزه نوبل در چند رشته داده میشه: فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، پزشکی، ادبیات و صلح. اگر کسی بخواد جایزه نوبل بگیره، بایستی در این چند تا رشته به نوآوری دست بزنه و در اصل به بشریت خدمت کنه. اگر شما میخواید نوبل بگیری، بایستی مثلا در رشته فیزیک به قدری تحصیل کنی، نوآوری به خرج بدی تا اینکه شاید اسمت بره جزو نامزدها. اونم اگر اسمت بره خودت نمیدونی. اگر انتخاب بشی میفهمی، که توضیحات کاملش رو تو این ویدیو دادیم. درخواست ششم شما توضیح درباره کبدهای چربه. این بیماری در کل دنیا خیلی زیاد شده. پزشکان ایجاد کبد چرب رو به 3 دلیل اصلی میدونن: 1. چاق بودن، 2. بیماری قند یا دیابت، و یه چیز دیگه ای که در تخریب کبد و چرب شدن اون مؤثره مشروبات الکلیه، مخصوصا زیاده روی در مشروبهای سنگین. حالا چطوری میشه تشخیصش داد؟ هیچ طوری، چون چیزی نشون نمیده. شاید یه مقداری دلدرد ایجاد کنه که خیلی ها شاید جدی نگیرن. اما برای اینکه تشخیص داده بشه، باید به پزشک مراجعه بشه تا با آزمایش بفهمه که کبد در چه حالیه. اگر کسی کبدش چرب شده باشه، بهترین کاری که میتونه با این بیماری مبارزه کنه ورزشه و غذای سالم خوردنه. هلهوله و الکول و شکر و فست فود رو باید بذاره کنار. در این صورت کبد چرب خطرش خیلی میاد پایین. اما اگر اهمیت داده نشه، میرسه به جایی که کبد از کار میفته.
در اون صورت یا باید از زندگی خداحافظی کرد یا اینکه کبد پیوندی دریافت کرد. آمار آمریکا رو که داریم میگه که 15,000 نفر الان تو صف دریافت کبدن که باید چند سال منتظر بمونن. National Institute of Health آمریکا میگه که 15,000 نفری که توی صف هستن بیشتر از 10% قبل از اینکه نوبتشون بشه از دنیا میرن. خب دیگه از تو بیماری بیایم بیرون، بریم روی ارتفاعات. قله کایلاش قله قشنگیه، از هر طرف نگاه کنی میبینی زیبایی های خاص خودشو داره. همین زیبایی های این قله و جایی که قرار گرفته باعث شده که یک قله مقدس بشه. این قله در چین قرار گرفته ولی درست لب مرز هند و نپاله. هندوها و بودایی ها اعتقاد دارن این قله خانه خداست. برای کوهنوردی هم به درد نمیخوره، چون هر کسی پاشو بذاره روی این کوه محکوم به اعدام میشه و باید کشته شه، چون میگن پاتو گذاشتی رو خونه خدا. موقعی که ویدیوی شیر رو ساختیم و گفتیم که گاوداری ها یکی از بزرگترین آلودگی ها رو ایجاد میکنن، خیلی گفتن این چه حرفیه، چطوری، مگه موتور دیزل داره کار میکنه؟ اول از همه این که گاوداری های بزرگ احتیاج به مقدار زیادی یونجه دارن برای سیر کردن شکم اینها. تولید همین یونجه ماشینالات میخواد، کودهای شیمیایی میخواد و از همه مضرتر آب فراوانی میخواد که این یونجه ها رو بار بیاره. و این تازه اول ایجاد آلودگیه. خود این زبون بسته ها چون باید بخورن و پس بدن، پس معده‌شون هم یه جور دیگه کار میکنه. معده اینها کلی گاز متان تولید میکنه و به صورت گاز معده خارج میشه. باید بدونید که گاز متان 34 برابر دیوکسید کربن آلودگی داره. ماشین هم نیستن روشون کاتالیزور سوار کنیم. در حال حاضر 14% گازهای گلخانه‌ای دنیا رو دامداری ها تولید میکنن و این رقم خیلی بالاییه. برای همین هم هست به شدت دنبال تولید گوشت مصنوعی هم. خیلی از طرفداران محیط زیستم به روند تولید گوشت مصنوعی کمک کردن که معروفترینشون این آقاست، لئوناردو دیکاپریو. ایشون خیلی پول تو این راه سرمایه گذاری کرده. بلومبرگ میگه گوشت مصنوعی میتونه در اواخر سال 2022 تو فروشگاه ها باشه. اما درباره شیر مصنوعی هنوز اول راهیم، چون گوشت مصنوعی رو 10 سال پیش شروع کردن. خب بریم سراغ درخواست بعدی، کرونوفوبیا. کرونوفوبیا یعنی ترس از گذشت زمان. کسانی که این فوبیا رو دارن احساس میکنن وقت خیلی کمه و ثانیه ها هم مثل برق داره میگذره. اونا احساس میکنن که دیگه وقتی باقی نمونده و داره تموم میشه، در صورتی که اونجوری که فکر میکنن نیستش. کرونوفوبیا هم یک اختلاله مثل وسواس و یه جورایی با کار کردن روی خودت میتونی از بین ببریش. از وقتی که کلیپ اهرام مصر رو در آنتن آپلود کردیم 10 ماه میگذره. از همون موقع بعضی از دوستان میگفتن اینها رو آدم های غول‌پیکر ساخته و در گذشته آدم ها خیلی بزرگتر از امروز بودن و میخواستن که ما در مورد این آدم ها کلیپ بسازیم. اما بایستی بگیم که این یک داستان تخیلیه. انسان ها در گذشته از انسان های امروزی کوچکتر بودن و دلیل اصلیش هم تغذیه بوده. چون یواش یواش انسان‌ها پیشرفت کردن، تغذیه‌شون بهتر شد، غذاهای مفید بیشتر خوردن و قد و هیکلا بزرگتر شده. البته اینم بگم که انسان‌های قدیم چاق خیلی کم داشتن و درسته که قدشون کوتاه بود، اما چاق نبودن و ورزیده بودن. تصویربرداری هابل از دورترین نقطه‌ای که تونسته. این عکس خیلی معروفه، احتمالاً دیدینش. هر کدوم از این نورهایی که میبینید یک کهکشان عظیمه. عمق این عکس میلیاردها سال نوریه. این کهکشان هایی که دارید میبینید اصلاً نزدیک هم نیستن.
جلوییاش با عقبیاش ممکنه میلیاردها سال نوری فاصله داشته باشن. دانشمندان میگن انتهای این عقب 13 میلیارد و 400 میلیون سال نوری با ما فاصله داره و این عمیق‌ترین عکسیه که هابل از تو فضا گرفته و میتونیم بگیم آخرین زوریه که هابل تو چنته داشته. اما هممون منتظر عمو جیمز وبیم، پیشرفته ترین تلسکوپی که تا حالا ساخته شده. هابل بیشتر از این نتونست بره عقب، اما جیمز وب قراره 150 میلیون سال از این بزنه عقب‌تر و تصویر پشت این عکس رو به ما نشون بده و این یعنی چند میلیون سال بعد از بیگ بنگ. ستاره شناسان ناسا معتقدند جیمز وب میتونه شکلگیری اولین ستاره های کائنات رو به ما نشون بده. البته همین حرف خودش یک نظریه است، چون هنوز نمیدونیم اون پشت چه خبره. ممکنه چیزای دیگه هم ببینیم که نمیدونیم. باید صبر کنیم تا جیمز وب کارشو شروع کنه. میگن عمو جیمز وب هم که آینه شکسته، اما خوشبختانه این خبر واقعیت نداره. یک شهاب سنگ خیلی کوچیک به یکی از آینه های جیمز وب برخورد کرده، اما خوشبختانه آینه هیچیش نشده، فقط یه مقدار تنظیمش به هم ریخته و ناسا میگه به زودی مشکلش حل میشه. خبر خوش اینه که طبق گفته ناسا جیمز وب به زودی کاملا آماده میشه و اولین عکسشو قرار 12 جولای بفرسته که میشه 21 تیر. تو ویدیوی صحرای آفریقا وقتی در مورد چشم موریتانی صحبت کردیم، خیلی از شما کامنت دادین که این بقایای شهر گمشده آتلانتیسه. آتلانتیس اصلاً چیه؟ یک همچین شهری واقعاً وجود داشته؟ اگر شما در مورد آتلانتیس تحقیق کنی، میلیون‌ها داستان مختلف در مورد این شهر پیدا میشه که همشون هم تئوریه، نظریه است. اما این داستان از کی شروع شده؟ افلاطون یا درسترش پلاتون، فیلسوف یونانی، در سال 360 قبل از میلاد نوشته یک شهر باستانی در اقیانوس اطلس وجود داشته که رفته زیر آب. افلاطون نقشه این شهر هم کشیده به این شکل که یک شهر گرده. جالب اینه که افلاطون اصلا از چشم موریتانی خبر نداشته، نه افلاطون، هیچ کسی خبر نداشته، چون دهه 60 این شناخته شده و توسط ماهواره جمینی 4 دیده شده. از رو زمین به هواپیما حتی نمیتونی ببینیش. بعد از اینکه این تصویر دیده شد، خیلیا گفتن این شبیه نقشه شهر آتلانتیس افلاطونه. و وقتی مشخص شد که صحرای آفریقا 6000 سال پیش پر آب و سرسبز بوده، خیلیا گفتن چشم موریتانی همون شهر آتلانتیسه. ولی در کل همه اینها نظریه است. حتی با وجود اینکه افلاطون گفته، نمیشه دقیقاً گفت که این شهر وجود داشته. از وقتی که شروع کردیم عناصر جدول مندلیوف رو معرفی کنیم، خیلی از شما در مورد خود جدول مندلیوف پرسیدین و می‌خواستین بدونین این از کجا اومده و کی ساختتش. دیمیتری مندلیوف، شیمیدان روسی، در سال 1869 تصمیم گرفت یک جدول درست کنه و همه عناصر رو بهشون یک نظمی بده. اون بر مبنای جرم اتمی عناصر این جدول رو مرتبش کرده. جدولی که مندلیوف درست کرد به این شکل بوده که خیلی فرق میکنه با جدول امروز، به خاطر اینکه روز به روز عناصر جدید کشف شده و جدول بزرگتر و بزرگتر شده، برای همین به این شکل در اومده. اما بر همون مبنای جرم اتمی که مندلیوف تنظیم کرده بود و قرار ما در مورد مهمترین عناصر این جدول برنامه بسازیم. یکی از درخواستای شما که بارها تکرار کردید پلنگ سیاهه، بلک پنتر. این یک حیوان از خانواده پلنگ و جگواره و اسمش هم درست گذاشتم چون کاملا سیاهه. خیلی ها معتقدند زیباترین پلنگ کره زمینه.
این پلنگ فقط در جنگل‌های گرمسیری زندگی می‌کنه. جنگل‌های گرمسیری اطراف خط استوا که هم در آفریقا پیدا میشه، هم در آسیا پیدا میشه و هم در آمریکای لاتین. ولی همه این مناطق زندگی این پلنگ رو می‌بینیم، با اینکه مناطق وسیعیه و همه چیش برای زندگی یک حیوان مهیاست، با این حال این حیوان در مرز خطره، چون زیر 15,000 تا ازش باقی مونده. حالا چرا این حیوان کاملا سیاهه؟ به دلیل اینکه در جنگل‌هایی که این پلنگ زندگی می‌کنه، به قدری درخت‌ها انبوه‌اند که تاریکه. یعنی در روز هم آنچنان نوری به پایین نمی‌رسه. این پلنگ در تمام شبانه روز به راحتی می‌تونه شکار کنه، چون نه در روز میشه دیده، نه در شب. مثلا پلنگ‌های دیگه وقتی می‌خوان شکار کنن، دنبال شکار می‌دوئن. یعنی باید دونده خوبی باشن. ولی این از اصل غافلگیری استفاده میکنه، چون دیده نمیشه یه دفعه بالا سر شکارشه. اول تخم مرغ بود یا مرغ؟ این سوالیه که هزاران سال مطرح میشه. از لحاظ علمی اگر بخوای بگی، اول تخم اومده، نه تخم مرغا، تخم. دانشمندان میگن اولین تخمی که رو کره زمین پیدا شده 340 میلیون سال پیش بوده. همونطور که میدونید دایناسورها هم تخمگذار بودن. همه پرندگان هم از دایناسورها اومدن. مرغ و خروس هم همینطور. این مرغی که ما امروز میشناسیم فقط 58 هزار سال رو کره زمین اومده. پس نشون میده که تخم اول بوده. ما خیلی سعی میکنیم در مورد تئوری توته صحبت نکنیم، ولی خیلی ها دوست دارن و خیلی کامنت میدن. یکی از کامنت های شما اینه که جریان این هواپیمایی که 37 سال در حال پرواز بود چیه؟ جریانش هیچی نیست، یک دروغ بزرگه. این داستان از سال 1955 کلید خورده. میگن در اون سال یک هواپیما از نیویورک بلند شده و بعد از 37 سال تو میامی نشسته. اصلا به عقل جور در میاد. این شایعاتو یه نفر به دروغ پخش میکنه، بعد بعضی یوتیوبرها به دروغ بزرگش میکنن. برای ساختن این دروغ‌ها حتی عکس‌های جعلی هم چاپ می‌کنن، مثل این عکس که مثلا روزنامه قدیمیه و میگه این هواپیما بلند شده رفته نمی‌دونیم کجا. درخواست بعدی شما، بیشترین سابسکرایب رو در یوتیوب کی داره؟ بیشترین سابسکرایب یوتیوب در دنیا رو یک شرکت هندی داره به نام تی سریز. شرکتیه که فیلم و موزیک پخش می‌کنه. این کانال 218 میلیون سابسکرایبر داره. به احتمال زیاد همه هندی هن. اما اگر بخوایم بگیم یوتیوبر شخصی کی از همه بیشتر سابسکرایب داره، این آقا از همه بیشتر سابسکرایبر داره، پیودیپای، یک یوتیوبر سوئدی که کانالش بیشتر در مورد بازیه و کارهای خنددار در رابطه با بازی. این آقا 111 میلیون سابسکرایبر داره. به نظر شما بیشترین سابسکرایبرهای دنیا رو کدوم کشور داره؟ شاید باورتون نشه، ولی هند. هند به دلیل جمعیت زیادش کانالهای هندی رو کرده قول و تاپ 50 سابسکرایبرهای یوتیوب اگر نگاه کنی، بیشتر از همه کانالهای هندی میبینی. یکی از سوالهای دیگه شما اینه که یوتیوب رو کی راه اندازی کرد؟ 3 تا از کارکنان شرکت پیپل به نام چت هرلی، ستیو چن و جاوید کریم با همدیگه فکر ایجاد یوتیوب رو کردن. اونم فقط به خاطر اینکه فیلماشون رو تو یک وبسایتی بذارن و کاری کنن که دوستان و خانوادهشون بتونن ببینن. اولین ویدیوی یوتیوب رو خود جاوید کریم آپلود میکنه که در 23 آوریل 2005. این اولین ویدیوی یوتیوبه. جالبه که بدونید این آقا، یعنی جاوید کریم، باباش بنگلادشی بوده و مادرش آلمانی و این آقا در آلمان به دنیا اومده ولی در آمریکا بزرگ شده. ولی الان یوتیوب مال اینا نیستا، الان یوتیوب مال گوگله. گوگل به سرعت ایده این 3 نفر رو میخره. در 9 اکتبر 2006، یعنی وقتی یوتیوب هنوز هیچ خبری نیست، یک پیشنهادی به اینا میده که اینا نمیتونن بگن نه. 1,650,000,000 دلار ایده اینها رو میخره که یوتیوب الان هم که میشناسید دیگه نمیشه روش قیمت گذاشت.
منظور از نمک آبی یعنی رنگش آبیه، نه اینکه تو آبه. این نمک فقط در سمنان ایران پیدا میشه و خیلی هم به نسبت نمک‌های دیگه گرونه، چون از لحاظ زمین‌شناسی این نمک 100 میلیون سال از عمرش می‌گذره و از سنگ معدنی میاد که اسمش سیلوینایته. بعضیا این نمک رو دوست دارن چون علاوه بر اینکه شوره، یه مقدار شیرینه و یه مقدارم تنده. 100 گرم از این نمک 20 دلار قیمتشه. و در آخر گنجینه باختر افغانستان. گنجینه باختر یک گنجینه 2000 ساله پر از طلا که زیر کاخ ریاست جمهوری افغانستان پنهان شده بوده. در سال 2004 در زمان حامد کرزای این گنج پیدا میشه و به نمایش در میاد، اما دوباره این گنج ناپدید میشه و الانم نمیدونن کجاست. طالبانم دنبالش میگرده که پیداش کنه. ارزش این گنجینه نه برای تلاشه، بلکه قدمت چیزایی که توشه ارزش داره، چون 2000 سال از عمرشون میگذره. خب بریم سراغ اولین درخواست، نینجاهای ژاپن. خود ژاپنی‌ها به نینجاها میگن شینوبی. نینجاها در ژاپن قدیم یه جورایی آدمکش کرایه‌ای بودن، یعنی پول بهشون میدادن میگفتن برین بکشین. اینها هم خیلی فرز و تر تمیز طوری مأموریت رو اجرا میکردن که هیچ کس بویی نبره از طرف کی بوده. سامورایی ها هم آدمکشایی بودن که فقط از امپراتور دستور میگرفتن. اونها بالاترین درجه مأمورای آدمکش بودن. نینجاها و سامورایی ها از قرن 12 به بعد در تاریخ ژاپن دیده میشن. سامورایی ها وقتی مأموریتشون رو درست انجام میدادن، یه پله میرفتن بالاتر. و کسانی که خیلی کارشون درست بوده، میرسیدن به رده های بالای سامورایی. و جالبه که بدونید شمشیرهای سامورایی ها بسته به اینکه مال کدوم سامورایی بوده یا کی ساختتش، الان قیمت گذاری میشه و شاید یک شمشیر تا 1,000,000 دلار قیمت داشته باشه. درخواست بعدی که خیلی از شما کامنت دادید، هرم خورشیدی کرواسی یا بوسنیه، که کرواسیش غلطه اما هرم بوسنی درسته. بزرگترین هرم دنیا در بوسنی قرار داره. به قدری بزرگن که اهرام مصر در کنارشون کوچیک به نظر میاد. اما اهرام مصر دست سازه، ولی این هرم طبیعیه. البته تئوری توته دربارش زیاده که میگن نه اینو آدما ساختن و دارن قایم میکنن. ولی دانشمندان میگن این یه کوهه که طبیعی شکل هرمه. درخواست بعدی شما گروه واگنره. گروه واگنر یک ارتش خصوصیه که هر جا پول بدن میره میجنگه. نیروهای این گروه رو روسا تشکیل دادن و در اون بیشتر از 6000 کماندوی رده بالا خدمت میکنن. این گروه در سال 2014 تأسیس شده و تا به حال در چند جنگ شرکت داشته، مثل جنگ با داعش در سوریه و عراق یا در اوکراین برای روسیه. میگن این گروه بیشتر مأموریت‌هاشو از ارتش روسیه میگیره، چون یوگندی پریگوزین رئیس گروه واگنر دوست پوتینه. درخواست چهارم آنانیموس. اینها یک گروه سیاسی هن که اعتراضاتشونو با هک کردن انجام میدن. آنانیموس از سال 2003 کارشو شروع کرده، اونم با هک کردن کلیساهای مختلف. این گروه با هک فقط اعتراض میکنه، حساب کسی رو خالی نمیکنه. اونها سعی میکنن با هک کردن پیامشون رو برسونن. میگن آنانیموس خیلی طرفدار تئوری توته است و همه این توته ها رو قبول داره. تا به حال دولت های آمریکا، انگلیس، استرالیا، هلند، اسپانیا، هند، ترکیه، اسرائیل، تونس، یوگاندا و عراق توسط اینا هک شده.
درخواست پنجم، تلسکوپ اکس ری ناسا. اسم این تلسکوپ اکس ری چاندراه و در سال 1999 پرتاب شده. این 22 سال از عمرش گذشته ولی هنوز مشغول کاره و کارش هم اینه که عکس‌های اکس ری میندازه. این تلسکوپ با اکس ری کردن سیاره‌های مختلف جاهای داغ اونها رو می‌بینه. مثلا این پلوتونه، این آبیا نقاط داغ داخلشه. اینم مشتریه و این نقاط داغشه که همه جاش پراکنده است. شاید بپرسین چرا گرمای مشتری به این شکله؟ اما اگر کلیپ دنیای پر رمز و راز مشتری رو در آنتن دیده باشید، بایستی بدونید که جاذبه اون و حرکت گازهای مختلف روی سطح اون این سیاره رو داغ کرده. سطح مشتری 426 درجه سانتیگراد حرارت داره. حرارتی که از خورشید نیامده، بلکه از انرژی خود مشتریه. میدونید که خیلی از کشورها تصمیم گرفتن به ماه سفر کنن و شما خیلی میپرسی برنامه سفر به ماه چیه؟ آمریکا، روسیه، ژاپن، اروپا، چین و هند. همه میخوان برن ماه. حالا چی شده ماه اینقدر طالب پیدا کرده نمیدونیم. فعلا روسیه دست و پاشو جمع کرده و تا 6 ماه دیگه میخواد بره روی ماه. یعنی جولای 2022 اونا میخوان روی ماه بشینن، اونم با سرنشین. شرکت اسپیس اکس و ایلان ماسک نیز قراره 2023 رو ماه بشینن، اونها هم با سرنشین. اما مسافرت کاملتر و ناسا تو برنامه داره. اونها قراره در سال 2024 با سرنشین روی ماه بشینن. این سه تا تاریخ مشخص شده که میخوان انجام بدن. شاید یکم عقب جلو بیفته ولی انجام میشه. بارها گفتیم جن و پری و روح علمی نیستش. بازم شما درخواست میدین و باید بدونید که ما قبلا در مورد جن و روح صحبت کردیم در آنچه شما خواسته اید سوم. درخواست بعدی شما که شاید صدها بار تکرار کردی، ویروس زامبی در چینه. باید بگیم که این ویروس زامبی یک شایعه است و همچین اتفاقی در چین نیفتاده. تو سطح دنیا به این نوع خبرها میگن فیک نیوز، یعنی فقط برای کلیک گرفتن ساخته میشه. درخواست نهم شما، گروه گانگستری دالتون. این گروه گانگستری 9 تا عضو داشته و کارشون بین 1890 تا 92 راهزنی قطارها و بانک زدن بوده. اینها در عرض 2 سال به معروفترین راهزنا تبدیل شدن و پلیس به شدت دنبالشون بود و میخواست اونا رو بگیره بندازه زندان. اما اونا فقط موفق شدن یک نفر از اینا را دستگیر کنن بندازن زندان، چون بقیه شون یا تو درگیری با پلیسا کشته شدن یا در حین راهزنی و سرقت. و اون یک نفر به 14 سال زندان محکوم شد. یک سوال دیگه که خیلی پرسیدید راجع به جو زمینه و یا اینکه چرا هر جسمی وقتی وارد جو زمین میشه میسوزه. بذارید از روز زمین شروع کنیم. وقتی این راکت ها میخواد به فضا پرتاب بشه، بیشترین سوختی رو که مصرف میکنه تا همین جوه. وقتی از جو خارج بشه دیگه سوخت آنچنانی مصرف نداره، چون وارد خلاء میشه. اما داخل جو زمین هوا وجود داره و اون هوا اصطکاک ایجاد میکنه. برای همینم وقتی یک شهاب سنگ از خارج جو وارد جو زمین میشه، به یک باره به یک دیوار نامعریف برخورد میکنه و اصطکاک هوایی که باش برخورد میکنه اونو میسوزونه. سفینه هایی که وارد جو زمین میشن طوری درستشون کردن که نسوزن، اما با این حال اونا سرخ میشن. شاید بگین پس این شهاب سنگ هایی که میرسن به زمین پس چیه؟ اونها خیلی بزرگتر بودن، بیشتر از 90% سوخته و 10% شانسی رسیده به زمین. این جو زمین سپر محافظتی زمینه.
اگر این جو وجود نداشت، اول از اینکه نفس نمیتونستیم بکشیم چون اکسیژن هم وجود نداشت. دوم از اینکه روی زمین میشد جهنم، چون روزانه تا 25 میلیون شهاب سنگ وارد جو میشه و میسوزه. فکرشو بکنید جو وجود نداشت و اینا نمیسوختن. از میدون جنگ هم بدتر میشد. دوستانی پرسیدن که چرا هوا ابریه ولی بارون نمیاد، بعدم باد میاد ابرا رو میبره. این ابرا چی میشن؟ این ابرها تا باربر نشن به بارون تبدیل نمیشن. قطرات ریز آب درون این ابرها وجود داره، اما باید شرایطی ایجاد بشه که این قطرات بزرگتر بشه و سنگین بشه بیفته. برای همین وقتی ابر باربر نشه، بارندگی هم وجود نداره. خیلی از شما پرسیدین که امواج 5G آیا برای سلامتی مضره؟ امواجی که چند روز پیش طرز کارش هم توی چیزومی ساختیم. از سال 2011 روی این امواج دارن آزمایش میکنن که چه مضراتی برای سلامتی داره، آیا سرطان ایجاد میکنه و یا مشکلات دیگه، اما هیچی پیدا نشده تا به حال و اگرم حرفی هست شایع است. اینم مدرکشه، International Agency for Research on Cancer. اینها دارن روی این باره پژوهش میکنن و هنوز چیزی گیر نیاوردن. بعضی از دوستان میپرسن از فاصله های دور چطوری میفهمن روی یک سیاره چه درجه حرارتی وجود داره؟ اونها توسط امواج مایکروویوی که از اون سیاره به طرف ما میاد دما رو اندازه گیری میکنن. هرچی امواج مایکروویو فشرده تر باشه حرارت بالاتره و هرچی این امواج از همدیگه بازتر بشه یعنی سردتره. اولین درخواست شما بزرگترین سیاره سنگی و خاکی کائنات بود. با عرض تأسف نمیتونیم بگیم بزرگترین سیاره سنگی کائنات کدومه، چون ممکنه از این بزرگتر هم باشه ولی ما ازش بی اطلاعیم. اما فعلا بزرگترین سیاره خاکی سنگی کائنات که تا به حال کشف شده گلیسه 436 بیه. این سیاره همین بغل مقلاست، یعنی حدود 32 سال نوری با ما فاصله داره. اما فکر نکنید بزرگترین سیاره خاکی سنگی کائنات خیلی بزرگه، 1.5 برابر زمینه. بزرگترین بزرگهای کائنات همه گازی هن و سیاره خاکی سنگی مثل زمین یا مریخ خیلی بزرگ وجود نداره. گلیسه 436 بی که بزرگترینه، قطرش فقط 55,000 کیلومتره، اما محاسبات دانشمندان نشون داده که جرم این سیاره بیشتر از 22 برابر کره زمینه. توی کامنت ها خیلی ها سوال میکنن که دانشمندان از کجا میفهمن که این سنگین تر از زمینه، یا اینکه جنسش چیه، یا فاصلش رو چجوری تشخیص میدن. مثلا یک چیزی رو میگن 22 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. چطوری اندازه گرفتن؟ چطوری گلیسه رو وزن کردن؟ ترازو فرستادن؟ بایستی بدونید که تمام این اطلاعاتی که میشنویم حاصل کلی تحقیقات و پژوهشه. مثلا وقتی میخوان وزن این سیاره رو به دست بیارن یا اینکه جنسش رو بفهمن چیه، اونو میگیرن زیر نظر، جاذبه‌ش رو نسبت به اطرافش میسنجن و بر این اساس حساب کتاب میکنن که وزن این سیاره چقدره. مثلا کره زمین نسبت به کره ما، اگر از دور نگاش کنی یک دانشمند میتونه تشخیص بده که وزن این چقدره. این محاسبات خیلی پیچیده است. مثل یک نفر که مثلا میتونه خط میخی رو بخونه، این دانشمندان هم تو این کار تخصص دارن و میتونن اینجور چیزا رو محاسبه کنن. در هر صورت فعلا این بزرگترین سیاره خاکی دنیاست و اطلاعات بیشتری در موردش نیست که روی سطح اون چه وضعیتی داره و آیا حیات درونش هستش یا نه.
دانشمندان باور دارن که سیاره‌های خاکی خیلی بزرگ نمیشن مثل مشتری، پس شانس این که از این بزرگتر پیدا بشه کمتره. آدم فضایی ها هم حتما روی یک همچین سیاره‌ای زندگی میکنن، چون رو سیارات گازی که نمیتونن زندگی کنن، پس بایستی این طور سیاره ها رو خوب نگاه کنن. حالا جیمز وب بره بالا ببینیم چی میشه. یک کوتاه راجع به جیمز وب هم بگم که به احتمال خیلی زیاد سر وقت پرتاب میشه، چون هم تلسکوپ آماده است هم راکتش، فقط بایستی بذارنش داخل راکت. درخواست بعدی سوسک کرگدنی که به انگلیسی بهش میگن راینوسورس بیتل. این موجود قهرمان وزنه‌برداری دنیاست. اون میتونه 850 برابر وزن خودشو بلند کنه. اگر این ویدیو رو در آنتن دیده باشید، یک سوسکی داخلش معرفی شده که قوی ترین حیوان از لحاظ هول دادنه، اما این وزنه رو بلند میکنه. درست مثل این میمونه که یک انسان 100 کیلوگرمی 850 برابر وزنشو بلند کنه، یعنی 8.5 تنو برداره، که مثلا میشه وزن این کامیون. بی خود نیست بهش میگن سوسک کرگدنی، اون واقعا بزرگه. بزرگاشون تا 15 سانتی متر طولشونه، یعنی میتونی با موش اشتباه بگیریش. این سوسک از شاخ پایینیش برای کندن زمین استفاده میکنه، از شاخ بالاییش هم برای جنگیدن. معمولا نرها سر ماده ها دعوا میکنن و ماده برای اونیه که میبره. این سوسک نه تنها قهرمان وزنه برداریه، بلکه قهرمان سرزمین گشایی هم بوده، چون در تمام دنیا پیدا میشه، منتها فرگشت باعث شده که در هر منطقه یک شکل دیگه داشته باشن. مثلا سوسک کرگدنی آمریکای جنوبی اینه، اما سوسک کرگدنی آسیا این شکلیه، در صورتی که اینا اولش همه یکی بودن. اگر اینا رو دیدین بهشون صدمه نزنید، چون اینها هم مثل حشراتی که تو این ویدیو معرفی کردیم برای زمین بسیار مفیدن. این سوسک با جابجایی خاک باعث میشه که خاک پربارتر بشه و حاصل خیزتر. همونطور که گفتیم این سوسک کاملا بیازاره، نه گاز میگیره، نه سمی چیزی داره و نه مثل سوسک حمام کثیفه. و فرقش با سوسک حمام اینه که اصلا دوست نداره بیاد دور و بر آدم ها. خب بریم سراغ مغز انیشتن. خیلی ها پرسیدن مغز انیشتن چه فرقی با مغز آدم های عادی داره؟ اول از همه باید بدونید که مغز انیشتن رو در آزمایشگاهی در نیوجرسی آمریکا نگهداری میشه. این مغز 15% از یک مغز عادی پهن‌تره. دانشمندان معتقدن این پهن بودن مغز انیشتن باعث شده که اون بتونه سخت‌ترین فرمول‌های ریاضی رو حل کنه. مغز اون نورون‌های بیشتری از مغز معمولی نداشته، اما پهن بودن مغز باعث می شده که نورون‌ها کارشون رو بهتر انجام بدن و مسائل پیچیده رو بتونن بهتر بفهمن. خب از مغز میایم بیرون، دوباره بریم تو فضا. 90377 سدنا یا یک کوتوله است یا یک شهاب سنگ. دانشمندان هنوز نتونستن بفهمن که این کوتوله است یا شهاب سنگه. سدنا هم همین بغل مغلا است، فقط 13 میلیارد کیلومتر با ما فاصله داره. سدنا یکم بیرونتر از سامانه خورشیدی خودمونه، یعنی فاصله اش 3 برابر دورتر از نپتونه. پژوهش ها نشون داده که احتمالاً سدنا از سامانه خورشیدی جدا شده، یعنی اونا میگن این کوتوله توی سامانه خورشیدی به وجود اومده و آروم آروم طی میلیاردها سال از سامانه خارج شده و فاصله گرفته. در هر صورت پژوهش روی اون ادامه داره و شاید مشخص بشه که اون شهاب سنگه یا یک کوتوله. خب اجازه بدید تو فضا بمونیم و بریم سر یک فضاپیمایی که همین تازگی‌ها پرتاب شده.
فضاپیمای لوسی 22 روز پیش پرتاب شد. لوسی قراره شهاب سنگ‌های سامانه خورشیدی رو بررسی کنه و بفهمه چی به چیه. اون میخواد خودش رو برسونه به کمربند شهاب سنگ‌ها و حداقل 8 تا شهاب سنگ مختلف رو بررسی کنه. اون تازه راه افتاده و خیلی مونده که برسه به مقصد. میگن در سال 2025 لوسی به اولین شهاب سنگ کمربند شهاب سنگ‌ها میرسه و قراره 12 سال اونجا بمونه و کار کنه. براش آرزوی موفقیت میکنیم. اما حالا که تو فضاییم، اجازه بدید یه خورده بریم دورتر و برسیم به ابر اورت. این عکسای زیبایی که از ابر اورت میبینید و یه جورایی وسوسه کننده به نظر میاد، همشون شهاب سنگهای یخ زدن که در کنار هم جمع شده. این البته نظر دانشمندانه. فاصله این ابر با ما 300 سال نوریه. شاید بگین که این 300 خیلی نزدیکه، اما 300 یک سال نوری میدونید چند کیلومتره؟ 300 میلیارد کیلومتر. وویجر رو که میدونید با چه سرعتی داره میره. اون داره با سرعت 61500 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه که واسه ما خیلیه، ولی میدونید کی میرسه به ابر اورت؟ 300 سال دیگه. و اینم بدونید که ابر اورت قطر خودش 3 سال نوریه، یعنی خودش برای خودش یک دنیاییه. حالا تو این ابر چه خبره؟ ما نمیدونیم. یکی دیگه از درخواستهای شما پروژه های غیر ممکن بود که فعلا نمیشه اجراش کرد. یکی از اونا اکسید 4000ه. شهر توکیوی ژاپن که میدونید یه دونه اتاق هزاران ین اجارشه. برای همین میخواستن بزرگترین ساختمون دنیا رو توی توکیو بسازن. برجی که 4 کیلومتر ارتفاع داشته. طول و عرض این ساختمون 6 کیلومتر در 6 کیلومتر بوده و قرار بوده که توی آب ساخته بشه. تعداد طبقات این کانسپت 800 تا بوده و قرار بوده 1 میلیون نفر توش زندگی کنن. یعنی یک شهر مرتفع، شهری که همه چیز درونش وجود داره. مقدار فولادی که لازمه میگه 3 میلیون تنه. درخواست بودجش هم 1,700 میلیارد دلار بوده. بعضیا میگن شرکت تایسی کورپوریشن که طراحی این برج رو انجام داده میخواسته با این کارش خودشو معروف کنه و بگه که ما میتونیم یک همچین طرحی رو پیاده کنیم. بعضیا این شرکت رو متهم میکنن که تو برای اینکه خودتو معروف کنی دروغ گفتی و همچین چیزی اصلا عملی نیست. مخصوصا در ژاپن که دریاهاش ناآرامه و زلزله و سونامی همیشه میاد. میگن این اگر ساخته میشد از کوه فوجی ژاپن هم بلندتر بود. کوه فوجی 3776 متر ارتفاع داره، در صورتی که قرار بود اکسید 4000 4000 متر ارتفاع داشته باشه. باور بر اینه که بز اولین حیوان اهلی شده است که ثابت شده حدود 10000 ساله در خدمت انسانه. اگر ویدیوی سگو در آنتن دیده باشید، تو اونجا گفتیم که حدود 20 تا 40 هزار ساله که سگ با انسان دوست شده، اما نمیتونیم ثابت کنیم که دقیقاً چقدره، اما بز تقریباً مشخصه. این زبون بسته همه چیزشو در اختیار انسان گذاشته. از شیرش بگیر، پوستش، گوشتش و حتی پشمش به انسانها در زندگی کمک کرده. جالبه که بدونید ایرانی‌ها اولین کسانی بودن که بز کوهی رو اهلی کردن و در خدمت خودشون درآوردن. و اهلی کردن این حیوان از ایران به تمام دنیا رفته. و در حال حاضر 300 نژاد مختلف بز اهلی در دنیا وجود داره. میگن در سال 2021
جمعیت بزهای اهلی در تمام دنیا بیشتر از 924 میلیونه. یعنی یه خورده بره بالاتر میشه 1 میلیارد. عمر این حیوان 15 تا 18 ساله. تمام بستانان از کاپراین ها اومدن. خانواده بستانان یک عضو دیگه هم داره. اونم این زبون بسته است که به هر مناسبتی کشته میشه. خودشون میگن نمیدونیم چه گناهی کردیم که آدم ها هم موقع عروسیشون ما رو میکشن هم موقع عزاشون. گوسفند هم مثل بز از خانواده کاپراین اومده. پشت سر بز گوسفند هم اهلی شده، یعنی حدود 9000 سال پیش. گوسفندا رو کی اهلی کرده؟ همون طرف خودمون، میان رودان یا به قول عربا بین النهرین. قدیمی ترین مجسمه هایی که از گوسفند ساخته شده در ایران پیدا شده. گوسفند هم مثل بز همه چیشو در اختیار انسان گذاشته. شیرش، پوستش، پشمش، گوشتش، کله پاچش، رودش، معدش، چشم، مغز، حتی مدفوعش. یعنی این زبون بسته هیچ چیش دور ریختنی نیست. برای همینم همیشه جونش در خطره. گوسفندها بعد از اینکه از کاپراین ها فرگشت شدن در سطح دنیا به 47 نژاد مختلف تقسیم شدن. گوسفندها هم مثل بزها حدود 1 میلیارد جمعیتشونه. طبق آمار گوگل جمعیت گوسفندهای چین 187 میلیونه که 16% گوسفندهای دنیا در چینه. کشور بعدی هندوستانه، بعدی استرالیاه، بعدش سودانه و پنجمین کشور از نظر جمعیت گوسفند در ایرانه که 4% جمعیت گوسفند در اینجاست. خب بریم سراغ حیوان اهلی بعدی، گاو. این حیوانم دورور همون 10000 ساله که اهلی شده و به خدمت انسان در اومده. نژاد تمام گاوهای دنیا از انواع و اقسامش به این میرسه، بووینه یا خانواده گاویان. منابع این ویدیو رو همه رو میذاریم توی دیسکریپشن، چون شاید باور نکنیم. گاوها هم برای اولین بار در ایران اهلی شدن. برگشت گاوها و تکامل اونها از بووینه به گاوهای امروزی باعث شده که 80 نوع گاو الان در دنیا وجود داشته باشه که همه جای دنیا پراکندن. در حال حاضر جمعیت اونها بیشتر از 1.5 میلیارد رسه. میگن بیشترین تعداد گاو در هندوستانه. هندوستان بیشتر از 300 میلیون گاو داره. گاوها برای این در هندوستان زیادن، چون خیلی از هندوها اونها رو مقدس میدونن و برای همین جونشون در امانه و جمعیتشون هم رفته بالا. کشور بعدی که خیلی گاو داره، یعنی 252 میلیون گاو، برزیله. اما همه اونها برای گوشت و شیر و چرم و پوست و از این چیزاست. اصلا هم مقدس نمیدونم. اگر گاو تو طبیعت ولش کنی برای خودش زندگی کنه، بین 18 تا 22 سال عمر میکنه. اما انسان‌ها نمیذارن گاوها بیشتر از 2 سال عمر کنن، به جز گاوهای شیری که اونها رو اجازه میدن یه ذره بیشتر زنده بمونن تا شیر بدن. اونها رو 6 سالگی میکشن. یعنی گاوها کلن جوون مرگ میشن. لطفاً کامنت بدید که گاو اصلی کیه؟ خب بریم سراغ حیوان بعدی که به نجابت معروفه، یعنی اسب.
این موجود از 15 میلیون سال پیش روی زمینه و از پلیوهیپوس اومده. پلیوهیپوس ها به تدریج تغییر کردن و صدها نوع نژاد مختلف اسب رو رو زمین تشکیل دادن. به خانواده اینها میگن خانواده ستوران یا به انگلیسی اکویس. اما اسب خیلی دیرتر از گاو و گوسفند اهلی شد. این حیوان از حدود 5000 سال پیش و در خدمت انسان قرار گرفته. این موجود یک کمی شانس آورده، چون انسان‌ها بیشتر به سواریش اهمیت میدن تا گوشتش و یا چیزای دیگه. با اینکه اتومبیل اختراع شده، اما اسب‌ها هنوز در خدمت انسان‌ها هستن. حتی تو دنیا شهرهایی هستش که پلیس‌هاش اسب سوارن. اسب‌ها تا 30 سال عمر می‌کنن. کل جمعیت این حیوان در دنیا 58 میلیون رسه. اسب رو دست کم نگیری. اسب هستش که 70 میلیون دلار در دنیا فروخته شده. اونم اسب مسابقه ایه. اینم عکسشه. اما از همین خانواده یعنی ستوران یک موجود دیگه هم هست که جالبه در موردش بدونیم. الاغ یا خر. الاغ اهلی شده ی الاغ وحشی آفریقاییه یا African Wild Donkey. این حیوانم دوروبر 5000 سال پیش توسط انسانها اهلی شده. کجا اهلی شده؟ بین مصر تا میان رودان. این حیوان رو بیشتر برای بارکشی استفاده می کنن. خیلی موجود مظلومیه و اگر صاحبش بیرحم باشه بار سنگینی میذاره روش، ولی با این حال میبره. 185 نژاد مختلف الاغ در تمام دنیا وجود داره که همشون از خر وحشی آفریقایی اومدن. این بیچاره ها اصلا از زندگی شانس نیاوردن، چون 96% از جمعیت 48 میلیونی خرها در کشورهای عقب افتاده زندگی میکنن و فقط هم از اینها برای کارهای سخت استفاده میکنن. خر هم مثل اسب تا 30 سال عمر میکنه. اما آخرین حیوان اهلی این کلیپ مرغ و خروسه. شاید باورتون نشه، فرگشت اینها به احتمال خیلی زیاد از تیرکس اومده. میگن دایناسور تیره که اگر انسان‌ها وجود داشت در اون موقع یه لقمش میکرد، الان کار دنیا برعکس شده. انسان‌ها چپ و راست اینها رو یه لقمه میکنن. مرغ‌ها 8000 ساله که اهلی شدن. میگن در جنگل‌های شمالی ایران تا همین 150 سال پیشم مرغ و خروس وحشی زندگی میکرده. اما الان همشون اهلی شدن. خروس هم اهلی شده، ولی اعصاب نداره. زیاد نباید باش سر به سر بذاری. خیلی هم غیرتیه. انسان‌ها برای اولین بار 3500 سال پیش اینها رو پرورش دادن برای گوشتش و تخمش. شروع این کارم در مصر بوده. اون موقع مصری‌ها میگفتن این پرنده واقعا شگفت‌انگیزه، چون پرنده‌ایه که هر روز تخم میذاره. پدر جد این مرغ و خروس‌های امروزی، البته نه خیلی دور بریم برسیم به دایناسورها، این مرغ جنگلی سرخه که همون وحشی این مرغ و خروس امروزیه. اینها هنوز در جنگل‌های جنوب شرقی آسیا پیدا میشن. مرغ پرجمعیت ترین موجود روی زمینه. البته حشراتو بذاریم کنار. در بین حیوانات این موجود بیشترین جمعیت دنیا رو داره. 30 میلیارد مرغ و خروس در دنیا زندگی میکنن. اما ببخشید زندگی نمیکنن، چون فقط برای کشته شدن تولید میشن.
یا باید وایسن راه به راه هر روز تخم بذارن، یا اینکه باید کشته شن. مرغ کلن 5 تا 10 سال عمر میکنه، اما مرغهایی که برای گوشت پرورش داده میشن بعد از اینکه 6 تا 7 هفته عمر کردن میرن کشتارگاه، اما اونهایی که تخم میذارن تا 5 سال زندانیه، اما وقتی بازنشسته شدن فوراً میرن کشتارگاه. اینها تعدادی از حیواناتی بودن که توسط انسان‌ها اهلی شدن. لطفاً نظر بدید.